همه به سینما و برخی از ستاره های سینما و ورزش علاقه داریم. حتی بعضی از افراد اونها رو به عنوان الگوی رفتاری و ظاهری خودشون انتخاب کردن و سعی میکنن خودشون رو به شکل اونها در بیارن. ولی همه میدونیم که هیچ انسانی کامل نیست و نقطه ضعفایی دارن. همه سلبریتی ها همیشه اون طوری که در اینستاگرام و سینما و تلویزیون دیده میشن نیستند و زندگی خصوصی اونها با اون چه که دیده میشه تفاوت زیادی داره. از اینا که بگذریم، بعضی از سلبریتی ها عادت های ناپسندی دارن که بعضن بسیار چندشاور هستند. حالا برای شنیدن بعضی از عادت های ناپسند تعدادی از سلبریتی ها آماده باشید. رابرت پاتینسون، هنرپیشه معروف آمریکایی که در سال 2009 به عنوان جذابترین مرد زنده جهان هم انتخاب شده، اگرچه معروف و ثروتمنده اما یه عادت بسیار ناپسند داره. موهای قشنگ و براقی هم داره، درسته؟ راز این موهای براق مشخص شده اما جالب نیست. آنطور که گفته میشه آقای پاتینسون نیازی نمیبینه که موهای خودش رو بشوره. اون هر 6 هفته یک بار موهاش رو میشوره. به همین دلیل هم موهاش همیشه چربند و به بوی نامطبوع چربی های موهاش هم اهمیتی نمیده. میگان فاکس، خانم میگان فاکس یه بازیگر و مدل آمریکاییه. اون کسیه که از نظر زیبایی با آنجلینا جولی مقایسه میشه. بیشتر در فیلم های اکشن بازی میکنه و در کارش هم بسیار موفقه. این خانم هم به حمام نمیره. نه، شوخی کردم. ایشون احتمالاً زیادم حموم میره، اما از نظر نظافتی یه عادت ناپسندی داره. خانم میگان هر بار که به دستشویی میره سیفون رو نمیکشه، چون از این کار خانم خوشش نمیاد. گفته میشه که این عادت ناپسند اون همیشه باعث دلخوری و اعتراض دیگر بازیگران و عوامل فیلمسازی میشه. اورلاندو بلوم یکی از بازیگران سرشناس هالیوودیه. قدرت بازیگری بالا و داشتن میمیک صورت و چهره جذاب باعث شده که در فیلم‌های بسیار موفق هالیوودی از جمله در فیلم ارباب حلقه‌ها بدرخشه. به عنوان یه بودایی شناخته میشه و به مسائل محیط زیست و حیوانات اهمیت میده. زندگی خصوصی اورلاندو اغلب بحث داغ رسانه هاست. ولی این آقای خوش سیما و مشهور با یه خصلت نامطلوب شناخته میشه. گفته میشه چندان که باید به تمیزی اهمیت نمیده. لباسی که میپوشه رو چندین روز از تنش در نمیاره و خیلی کم دوش میگیره. به بوی عرق خودش کوچکترین اهمیتی نمیده. لینسی لوهان بازیگر و مدل آمریکاییه. اون یکی از چهره‌های سرشناس و پردرآمد هالیوود که همیشه روی جلد مجلات مد و سینما قرار داره. ثروت زیادی داره و بسیار هم ولخرجه. $10,000 فقط برای آرایش موهاش خرج میکنه. با این حساب فهمیدیم که ایشون به تمیزی و ظاهر خودشون اهمیت زیادی میده، اما یه عادت بسیار چندشاور داره. خانم لینسی با دماغ خودش زیاد ور میره و این عادت ناپسند باعث چندش همه دوستان و نزدیکانش شده. بریتنی سپیرز، خانم بریتنی سپیرز بازیگر و خواننده آمریکاییه. مدتیه که نام اون رو زیاد میشنویم و عکسای زیادی از اون میبینیم. منظورم در سایت‌های فارسی زبانه. چون ایشون مدتیه که با یه پسر ایرانی ساکن آمریکا دوست شده و رابطه عاشقانه داره. بریتنی 38 ساله است و دوست پسرش که یه مربی بدنسازی به نام سام اسقری 25 ساله است. حتما عجله دارید تا بدونید بریتنی سپیرز چه عادت ناپسندی داره. ایشون در مواقعی که عصبی، مضطرب و هیجان زده میشه ناخن انگشتان دستش رو میجوه. گفته میشه که اون از زمان کودکی این عادت رو داشته و نمیتونه ترک کنه. البته باید گفت که خیلی از افراد چنین عادتی دارند که قابل معالجه هم است. چارلی شین هنرپیشه سرشناس آمریکایی در یه مصاحبه تلویزیونی اعتراف کرد که تست HIV اون مثبت بوده. پزشک معالجش گفته که این هنرپیشه سالمه و با وجود اینکه ویروس HIV در بدنش وجود داره به بیماری ایدز مبتلا نشده.
آلوده شدن اون به ویروس HIV از عواقب عادت نامطلوبشه. آقای چارلی شین بسیار بلهوس تشریف دارن و گفتن که تاکنون با بیش از 5000 خانم همخواب شدن. فقط این رو بدونید که طبق خبرها شین فقط در سال 2013 $1,000,000 هزینه ارتباطات جنسیش کرده. البته ایشون مشکل مصرف مواد مخدر و الکل هم دارن. جنیفر آنیستون، هنرپیشه معروف آمریکاییه، همسر سابق براد پیت. از براد پیت هم چیزی برای گفتن داریم. یه دقیقه فقط صبر کنید کارمون با جنیفر تموم بشه. این خانم جنیفر آنیستون از سفر با هواپیما وحشت داره. خب این که نشد عادت؟ بله، حق با شماست. جنیفر کم از بروسلی هم نیست، چون در رشته هنرهای رزمی کمربند سیاه داره. عادت بد جنیفر بی ارتباط با ورزش اون نیست. عادت بد جنیفر که خودش هم به اون اعتراف کرده اینه که پس از تمرین در باشگاه دوش نمیگیره، چون موهای خیس عرق خودش رو دوست داره و زیبایی موهاش رو مدیون این عرق ها میدونه. براد پیت، حالا همچنان که قولش رو دادیم نوبت رسید به براد پیت. هر کسی که این هنرپیشه رو میشناسه دور از انتظاره که اون عادت ناپسندی داشته باشه. بله، حق با شماست، ولی بعضی وقتها عادت بد به صورت خودخواسته هم شکل میگیره. براد پیت زیاد دوش نمیگیره. دقیق تر بخوایم بگیم اینه که ایشون گفتن از این که پس از هر بار عرق کردن دوش بگیرن خسته شده و تصمیم گرفته هر چقدرم که عرق کنه دیگه دوش نگیره. به همین دلیل ایشون فقط با دستمال مرطوب عرقهاشو پاک میکنه و به همین بسنده میکنه. جسیکا سیمپسون، جسیکا سیمپسون بازیگر و خواننده آمریکایی و طراح مد. گفته شده که اون از اینکه زود به زود دندوناشو مسواک بزنه نفرت داره. به نظر شما وقتی احساس کنه دندوناش خیلی کثیف شدن چیکار میکنه؟ بله، درست حدس زدید. با آستین لباس یا بخشی از تیشرت خودش دندوناشو پاک میکنه. کامرون دیاز، خانم کامرون دیاز یه هنرپیشه و مدل آمریکاییه. زمانی به عنوان جذابترین بازیگر هالیوود هم شناخته شد. اون تاکنون با چندین مرد در رابطه بود و جدا شد. اون بالاخره در سال 2015 با یه موزیسین ازدواج کرد. خانم دیاز یه عادت ناپسند داره. ایشون اهل فحش و کلمات رکیک هستن. وقتی باهاش هم صحبت میشید در هر جملش یه فحشی میشنوید. دیوید دوکاونی، کارگردان، نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیونه. این آقای دیوید دوکاونی هم مثل چارلی شین خیلی بلهوس هستن. هر چقدر که به شهرتش اضافه شد به همون مقدار هم بلهوسی اون بیشتر شد، تا جایی که برای کنترل این خصلت تحت مداوا قرار گرفت. اما به نظر میرسه نتیجه خوبی نگرفته که در سال 2014 همسرش ازش جدا شد. تایگر وودز، یه گلف باز حرفه‌ایه که در این رشته شاید بشه گفت یه نابغه است. در بین گلف بازان حرفه‌ای بیشترین درآمد رو داره و بسیار هم ولخرجه. اون هم به دلیل رابطه نامشروع با چند خانم چند سالی گرفتار مسائل خانوادگی و طلاق و مصدومیت بود، تا اینکه در سال 2019 دوباره در رشته خودش به اوج موفقیت برگشت. ایشون هم یه عادت ناپسند و بدبو دارن. جلوی خروج باد شکم خودش رو نمیگیره و هر وقت اومد رها میکنه. دوستاش وقتی متوجه این عادت اون شدن بهش اعتراض کردن، اما جواب اون این بوده که این یه چیز طبیعیه. کاترین هیگل، بازیگر و تهیه کننده آمریکاییه. اون به بدگویی در مورد فیلمایی که در اونا بازی کرده مشهوره. همچنین همیشه از اعضای سر صحنه فیلمبرداری هم انتقاد میکنه و درخواستای عجیب و غریبی هم داره. کاترین علاوه بر اینها برای اینکه به زن خودش همیشه فیت و لاغرندام بمونه خیلی زیاد سیگار دود میکنه. در پایان اندرسون کوپر، یکی از گویندگان شبکه CNN آمریکاست که شهرت زیادی داره. از نظر تمیزی مشکلی نداره، فقط در رابطه با لباسایی که میپوشه یه عادت عجیب داره.
اون خودش اعتراف کرده که تقریبا همه روزه فقط همون یه شلوارش رو میپوشه. اون گفته که در طول 6 ماه فقط 2 بار شلوارش رو میشوره. به گفته خودش وقتی بخواد شلوارش رو بشوره با شلوار زیر دوش میره و بهش صابون میکشه. عجیب بود نه؟ اگر شما هم اطلاعات دیگری در مورد بازیگران و افراد مشهور دیگه دارید در قسمت نظرات به اشتراک بذارید. ممنون و موفق باشید.